سلام علیکم استاد عزیز. علیکم السلام. خوب هستی؟ شکر خدا. خوب هستی؟ انشالله. شما خوب هستی؟ خوب هستی؟ بخیر. جان آباد. سلامت. روز چطور گذشت؟ خدا را شکر خوب هم بخیر مگذرم. دیگر از امروز یک همه که ابرم از هفته و نیست که بله بله. شکایت کنم مردم. نسبتا نسبت به دیگر روزا امروز سرد است. هوا خوبتر است. من خاکباد زیاد است. خاکباد خب چون شهر ما کلش دیگه مشکلات خود داره. سرک ها فیصدی زیاد خامه است. و تمام نمودرا از خامه که به پخته وصل میشن لای و دل کتشان میارن و بالاخره چیز سبب آلودگی همی خاک و گل میشه و اکثرا نمودرا هم که مشکلات خود دارن هوا را آلوده میسازه. تراکم نمودرا هم نسبتا در شهر کابل که میبینی بیشتر است. یکی دیگه همی سرک هم جور میشه کندن کری خاک هم 100% تأثیرات خود داره. تأثیر خود داره. استاد عزیز خود معرفی نکردی اسمت بر ما بگو. اسم ما سید زاهد است. از پروان هستم. فعلا باشنده کابل. در میناهی عبده اثر کوتل شهرک کامیاب میشینیم. استاد زاهد. سید زاهد. سید زاهد. سید زاهد چند سال میشه که کار دریوری میکنیم؟ تاکسی رانی خود تقریبا یک 13-14 سال میشه که در کابل. نام خدا. من بعد از ظهر البته تاکسی رانی میکنم. قبل از ظهرم باز در پروان در یکی از مکاتبش به نام لیسه مسعود بزرگ از دسنج در اوجه وظیفه دارم. استاد برحال فعلا نموجه هستم. باز از طرف صبح لین پروان کابل سواری گرفته میرم و در محل وظیفه. بعد از اینکه بر آمدم باز تا دیگر امجا دیگه تا شام تاکسی رانی میکنم. حالا استاد من که فکر میکنم ای کار شما بسیار تا چی میگن خسته کن از هر دویش بسیاری تاکسی ران هم که هستن از کار خود چی باید دارن؟ معلم ها. معلم ها به این خاطر میگن که شاگرد در زدن بسیار مشکل است و تاکسی ران ها به این خاطر میگن که تاکسی رانی هم خسته کن است. خود شما چطور است؟ هر دوی ازی سرتان است؟ خوب از همه کارا مشکلات خود داره. هر کس در وظیفه که هست تقریبا ناراض از وظیفهش است. چون ما یک مشکلات اقتصادی دامنگیره تماما ملت ما است و به خصوص به طبقه کارگر هست. کارمندای سطح پایین دولت البته که معاششان چندان معاش نیست و کفاف فامیل خب به هیچ وجه نمی کنه. در مسیری که میرن میان حتی هم کرایه ایشان پوره نمی کنن. شخص هر خودم مجبوریت مرا وادار ساخته که تاکسی رانی هم بکنم. چون اگر من هر روز پروان کرا بتم و برم و بیایم معاشی که میگیرم تمامش مصرف راه میشه. مجبور شدیم زمنان موتره کام گرفتیم که تاکسی ران هم شدیم. موتره چند سال پیش گرفتی استاد؟ موتره تقریبا 13 سال میشه پیش ما. 13 سال میشه پیش تاز امین؟ امین نام خدا نام خدا. ما کسایی را که دیدیم که استاد کالینو دارن یک سال دو سال زیاد میشون دوام نکدن؟ نه خدا را شکر بده. موتره خب کلش در مجموع خوبی های خدا هم داره و خرابی های خدا هم داره. دریور باید نظر به دریور است. دریور مشکلات موتر باید بفهمه قبل از اینکه در آب بانشم عوارضش بگیره پرزجاد اگه اصلی بندازه بازمی احتمال خراب شدنش کمتر می باشه. از کجا پروان است استاد؟ از پروان مرکز پروان سفیان و لغمانی محل ما را میگه. سفیان لغمانی امین سر که پایین میشه اما سرکی بغلش یک مسجد است که دو دانه حوضچه ماهی داره. بله بله همونجا است؟ آه همونجا است. ما رسیده به شهر از اونجا ما گرفتیم با یکی از روی سفیدای همون قریه است که دوستای خواستن میتونن در کانال ببینن در بخش قریه به قریه. البته رفته بودیم با دوستا و ثبت کردیم اما قصه ماهی های از اونجا جالب بود. مگه اونجا زیاد ماهی داشت اما چند وقت گرام تامر بود دوج دوان دخته بود چیزی ماهی بود از بین برده بودن. باز دوباره مردم از کابل از این طرف ها ماهی بردن انداختن و فعلا موجود است. از دیگه مشکلات ها حتمی موجود است. ماهی ها من چون اینجا زندگی نمی کنم در اون محل سفیان و لغمانی رفت آمد دارم باز که نباشی از این تو واقعات بی خبر بمانی. پس در مردم مشکلات ما داریم. مشکلات داریم که بعضی کسا هستن اما تو نظرهای بد و نظر تنگ می داشته باشن اما باید مثبت شما فکر کنیم همیشه. چون دیدیم که یک محل یک کار بار رونق گرفت از یک نتیجه خوب بگیریم ما شروع کنیم هم تو یک کار بار یک فعالیت که از
مصروف در عقل باشیم. از این که دیگه بریم اونجا دوا بریزیم که به یادم هم یک کاری باری اگه داره یا هم سقوط کنم. بهتر همی هست که یک رای مثبت شه بسنجیم یک فعالیت ما هم روی کار بندازیم. استاد عزیز در مکتب صنف بالای چهار درس میتونی یا پایین چهار؟ من از صنف 8 تا صنف 12 تدریس میکنم. اکثرا مکاتبای اطراف شعباتش کمتر است. هر صنف مثال صنف 8 تا 12 ما یک شعبه داریم. باز از این صنف 8 شروع تا صنف 12 کیمیاییش تدریس میکنم. ضمن لابرانت مکتب لیسه مسجد بزرگ هم هستم. خب ما منظور می بود که از صنف اول تا 4 کس نیم و یک نگران می باشه. پس باز از 4 به بالا هر استاد یک مضمون تدریس میکنه. بله بله. و از مضمون کیمیا هم بردن استاد یادش بخیر. ما در مکتب یک استاد داشتیم. چیز یک مکتب بود از اون می درسید. والا اما تو در گذشته شاید بوده باشه و فعلا هم خب مگم من تو که حس میکنم از تمام مضامین که در فعلا شاگردای کیمیا کردم بسار چون من کیمیا تدریس میکنم شاگردای هم تو خوش میداشه باشن که من اصلا خوشان برم شروع کنم تدریس از لابراتوار استفاده میکنم مواد کیمیایی در دسترسم تقریبا هست دیگه درس به یک شیوه پیش میبرم که باید شاگرد از این لذت ببره با مواد روز که سرکار دارن با همون کیمیا را رب میدم. مثلا در صنف 9 ما تدریس میکنیم مرکبات و زوی است. بله. اونجا به کربوهیدرات ها که رسیدیم برش کربوهیدرات ها به معرفی میگرم. مثلا نیاز است یک قند شکر که ما ببریم اینجا شاگرد ببینه که اینی از جمله قند هاست و مرکب و زوی است. برای که عملا ببینه درس برش دلچسب میشه و میفهمه که اینی که وقتی که ما کیمیا میخوانیم اینی مواد ما هر روز از این استفاده میکنیم. پس خود با خود برش جالبتر میشه و دلچسبی زیاد برش پیدا میکنه. در این روزا فکر کنم امتحانات شرکی با هم هست؟ بله شروعش امتحانات جریان داره. همی فردا ما بخیر تاریخ 24 است در صنف 11 کیمیا امتحان دارم. امروز امتحان نداشتم. فردا در صنف 11 و خیر امتحان صنف 11 را سپری میکنیم که شاگرد ها. چطور بود امتحانات دایی جای کار شاگرد ها چطور بودن؟ خدا را شکر خوب است. نتیجه تقریبا موفق هستن. 50%، 40%، تا 80% نمره گرفتیم شاگرد ها. شاگرد های لایق همون بودن که 60-40 برده باشن یا نه؟ بله 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 شاگرد هایی که تقریبا فیصدی نمره شان در 80% سر خورده که 38 تا 37 تا 36 نمره گرفتیم. نمو شاگرد ممتاز هست دیگه. خب فرق میکنه نظر با استاد نظر برگه این هم از هم استاد ما بود بسیار رو تو نمیگم خشن بود قسم میکردم اون کیمیا را درس میرد تو را قبل از یاد ما میرفت. اما درس باید آدم که درس خوند بعد اون را بعد از یک استاد تدریس میکنه هر چیزی که یادداشت کرده کتابچش و از استاد آموخت را که یک تکرار رو مرور نکنه باز درس فراموشش میشه. طبعا اگر استاد آن باشه که درس را دوباره تکرار نکنه فراموشش میشه. استاد عزیز خوش شدیم از دیدنتان. انشالله خداوند عمر سعای زندگی موفق داشته باشه و کاروبار تکسیرونی هم برکت بندازه و همچنان در معلمی هم برتان حوصله و از چیزها زیاد ادا بکنه. اگر چیز پیام گفتنی به دانش آموزا هر کسی دیگه داشته باشین کمره در خدمت دارم. تشکر زنده و سلامت باشی. همچنان از خودتان پیام ها خو زیاد است و در یک کلمه هم اگر بگویم خلاصهش میکنیم خلاصه نمیشه. خب کشور ما نیاز به آموزش داره که جوان ها باید متوجه باشن. یکی از راه های نجات از این کشور دیگه آموزش هست که باید آموزش ببینن شاگردا به وجه احسنش گرچه مشکلات های خود داریم. بله. معلمین شاگردا همش خب توقع از طبقه جوان همی میره که درس بخونن. یگانه راه نجات این وطن درس هست. از دولت هم خواهان ما همی هست که توجه و فیصدی زیاد به معرف داشته بود باشن چون پس گذشته ها سنما تقریبا 40 ساله شده. در 40 سال ما که بررسی کردیم تا به حال هیچ دولتی نبوده در افغانستان که توجه خاصی به معرف داشته باشد. در گذشته و فعلا هم ندارن در گذشته هم نداشتن. یک تمرکز اساسی بالای
معارف که بکنن، چون ستون فقرات یک کشور معارفش است. اگر معارف تقویه شد، ما نجات از تمام بلاها پیدا میکنیم، بخصوص از اجنبیایی که همیشه ما تحت استعمارشان بودیم. اگر ما کسی باشیم که واقعا علم بیاموزیم و فرا بگیریم، علم باز کسی از ما استفاده کرده نمیتونه، همیشه از جهل ما استفاده کردن، از نادانی ما استفاده کردن. تشکر. سلامت، زنده باشید.